سرخط خبرها. عملیات نیروهای جبهه مقاومت بالای بازگاه‌های طالبان در شمال. حنفی: طالبان مصمم به تقویت سکتور صحی کشور هستند. سرپرست جدید وزارت صحت عامه طالبان به کارش آغاز کرد. 20 تن شامل زنان و کودکان در پی غرق شدن یک قایق در مومندره ننگرهار جان باختند. کابلوف: تجزیه افغانستان برای منطقه پیامد منفی دارد. و یک ارزیابی تحلیلی: طالبان در حکومت داری ناکام ماندن. با یاد خدا به مجموعه مهم این کانال خوش آمدید. حنفی: طالبان مصمم به تقویت سکتور صحی کشور هستند. عبدالسلام حنفی، معاون اداری رئیس الوزرای طالبان، گفته که این گروه مصمم به تقویت سکتور صحی کشور است و به همکاری دکتران و متخصصان مشکلات موجود در بخش صحت را مرفوع خواهند کرد. حنفی این سخنان را روز شنبه 12 جوزا در مراسم معرفی نورجلالی جلالی، سرپرست جدید وزارت صحت عامه طالبان، بیان کرده است. او ابراز امیدواری کرده است که در اثر تلاش رهبری و کارمندان وزارت صحت عامه طالبان، این گروه بتواند در تمام نقاط کشور مرکزهای صحی ساخته و شفاخانه های ولایتی را به شفاخانه های تخصصی ارتقا دهد. گفتنی است که با روی کار آمدن طالبان در افغانستان، سکتور صحت در کشور به شدت آسیب دیده و این گروه همواره خواستار همکاری کشورها در این زمینه شده است. سرپرست جدید وزارت صحت عامه طالبان به کارش آغاز کرد. به دنبال برکناری قلندر عباد توسط ملا هیبت الله خنزاده رهبر طالبان، اکنون نورجلال جلالی به حیث سرپرست جدید وزارت صحت عامه این گروه به کارش آغاز کرده است. وزارت صحت عامه طالبان با انتشار خبرنامه‌ای نگاشته است که جلالی روز شنبه 12 جوزا توسط شمار از مقام‌های این گروه به کارمندان این وزارت معرفی شد و در مراسم معرفیش از تمام نهادها، سازمانها و کمک کنندگان بین‌المللی و شرکای کاری در عرصه صحت خواسته است تا به همکاری دوامدار خود با وزارت صحت عامه طالبان ادامه دهند. گفتنی است که نورجلال جلالی پیش از این معین اداره وزارت امور داخلی طالبان بود. بیستن شامل زنان و کودکان در پی غرق شدن یک قایق در مومندره ننگرهار جان باختند. مسئولان محلی طالبان در ننگرهار از غرق شدن یک قایق در این ولایت خبر می دهند. قریشی، عامر و اطلاعات و فرهنگ طالبان برای ننگرهار گفته که این رویداد حوالی 7:30 بامداد روز شنبه 12 جوزا در سای بیلی از مربوطات ولسوالی مومندره رخ داده است. در این رویداد دست کم 20 تن به شمول زنان و کودکان جان باخته و 5 تن دیگر نجات یافتند. قریشی میگوید که تا اکنون جسد 5 تن از آب بیرون کشیده شده، اما دیگر قربانیان که امید به زنده بودنشان نیست هنوز ناپدید هستند. این مقام طالبان میگوید که عملیات جستجوی اجساد در مسیر رودخانه ادامه دارد. با این حال، منابع محلی ساعت پیش به روزنامه 8 صبح گفتند که به شمول زنان و کودکان 36 تن سوار این قایق جنایتوری بودند. حدود 2 سال پیش نیز در یک رویداد مشابه در همین ولسوالی شمار غرق شدند. عملیات نیروهای جبهه مقاومت بالای طالبان در شمال افغانستان. جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود مدعی شده که یک جنگجوی طالبان را در ولایت نورستان کشته است. این جبهه با انتشار خبرنامه‌ای نگاشته است که نیروهای شوالی ساعت 2:30 صبح روز شنبه 12 جوزا بالای پسته شمگل در روستای تنتی در مربوطات ولسوالی نورگرام ولایت نورستان حمله کردند. بر بنیاد ادعا، در نتیجه این حمله 2 جنگجوی دیگر طالبان زخمی شدند. در خبرنامه آمده است پس آغاز عملیات نیروهای جبهه مقاومت، درگیری میان دو طرف ادامه یافت و در آن به مقاومتگران هیچ گونه آسیب نرسیده است. طالبان تا اکنون در این مورد چیز نگفتند. کابلوف: تجزیه افغانستان برای منطقه پیامد منفی دارد. زمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه برای افغانستان، گفته است که هر گونه تجزیه این کشور برای منطقه پیامد منفی در پی دارد. او این اظهارات را روز شنبه 12 جوزا در گفتگو با روسیه 24 مطرح کرده و بار دیگر از تمایل کشورش به تعامل با طالبان سخن گفته است. کابلوف خاطر نشان کرده است
ما معتقدیم که طالبان کنترل مدام کشور را در دست دارند. این برای ما اساساً مهم است، همانطور که هر گونه تجزیه افغانستان پیشترین پیامد منفی را به سرتاسر منطقه خواهد داشت. او همچنان به وجود زمینه همکاری روسیه با افغانستان زیر اداره طالبان در زمینه های صادرات فراورده های نفتی و امنیت غذایی اشاره کرده است. کابلوف افزوده است، امنیت غذایی همچنان یک موضوع قابل بحث برای مقام های طالبان، به هدف افزایش همکاری و تضمین تامین مواد غذایی مورد نیاز است. این اظهارات در حال صورت می گیرد که طی یک هفته گذشته مقام های مختلف روسیه سخنان با محتوی های متفاوت درباره طالبان مطرح کردند. یک ارزیابی تحلیلی: طالبان در حکومت داری ناکام ماندن. شبکه خبری تحلیلی اورسیا از ناکامی طالبان در حکومت داری این گروه خبر داده و اعلام کرده که طالبان نتوانستند به طور مؤثر حکومت کنند. شبکه خبری تحلیلی اورسیا در یک تحلیل تازه گفته است که طالبان هرچند به عنوان شورشیان بسیار مؤثر هستند، اما نتوانستند به گونه مؤثر در افغانستان حکومت کنند. اورسیا افزوده است که با توجه به وضعیت موجود طالبان باید رای خود را تغییر دهند. این شبکه خبری تحلیلی می گوید که پس از قدرتگیری طالبان در افغانستان، این کشور در یک مارپیچ انزوایی قرار گرفته است. در این تحلیل آمده، طالبان ثابت کردند به عنوان شورشیان بسیار مؤثر هستند، اما نتوانستند که در افغانستان به طور مؤثر حکومت کنند. این شبکه گفته که ناتوانایی طالبان در برسمیت شناختن آنان از سوی جامعه بین‌المللی وضعیت بشری را در افغانستان وحشتناک و بدتر کرده است. این شبکه خبری تحلیلی می گوید که عدم برسمیت شناخته شدن طالبان سرمایه گذاری اقتصادی و کمک های بین المللی را در افغانستان تحت تاثیر قرار داده است، در حالی که مردم این کشور به شدت به آنها نیاز دارند. در این تحلیل آمده است که طالبان تا اکنون هیچ کار برای اطمینان دادن به جامعه بین المللی نسبت به تغییر رفتارشان در مقایسه با شیوه حکومت داری پیشین آنان انجام ندادند. در این تحلیل آمده بسیاری از وعده هایی که طالبان پیشتر به تصاحب قدرت در سال 2021 داده بودند عملی نشده است. دختران هنوز اجازه حضور در مکاتب را ندارند. گروه های تروریستی مانند شبکه القاعده آزادانه در افغانستان زیر اداره آنان فعالیت می کند و زنان نیز از محل کار حذف شدند. این شبکه خبری تحلیلی همچنان یکی از عوامل عدم تعامل جامعه بین‌المللی با طالبان را انعشاب در رهبری آنان عنوان می کند. این شبکه افزوده جامعه بین‌المللی مطمئن نیست که باید با چه کسی تعامل داشته باشد. در این تحلیل آمده است کشورهایی که اکنون با طالبان به نحوه تعامل دارند معمولاً به دلایل عملگرایانه منافع ملیشان است. در این تحلیل آمده است همسایگان شمالی در آسیای مرکزی سر به دلایل اقتصادی و امنیتی با کابل زیر اداره طالبان در تعامل هستند. سپاس که تا اینم با ما بودید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.